همکارانش میگویند اگر فقط به فوتبال توجه میکرد همتایی نداشت. فوتبال را از کوچه های محله صابون پزخانه میدان شوش تهران شروع کرد و بعد از مدتی کوتاه فوتبالیستی ماهر و بالاخره کاپیتان تیم ملی ایران شد. ولی هنوز طعم قهرمانی فوتبال را درست نچشیده بود که توجهش به سیاست جلب شد و از پشت میله های زندان سر درآورد. با وقوع انقلاب اسلامی از فوتبالیست حرفه‌ای به فعال سیاسی و روزنامه‌نگار خارج نشین تبدیل شد. آیا پرداختن به سیاست به بهای فدا کردن محبوبیت در میدان ورزش کار درستی بود؟ آقای پرویز قلیچخانی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خواهش میکنم. آقای قلیچخانی چه چیز در سیاست برای شما جالب بود که جذابیتش حتی بیشتر از فوتبال بود در اون زمان؟ حالا اگر واقعیت چی بخوام بزین اول بگم که من سلام بکنم به هممیهنای عزیزم. شاید بعد از مدت‌ها و غیبت کبرا بالاخره ما هم تو این تلویزیون بی بی سی نمایون شدیم و مردم با صدای من یه مقدار اینجا گوش میدن. واقعیت اینه که در من به اعتقاد من اصلا در کشورهای دیکتاتور زده، در کشورهایی که سابقه دیکتاتوری دیرینه است و در واقع فقر و بیچارگی نهادینه شده و مخصوصا اگر هنوز وضع فاصله طبقاتی تو این جوامع مخصوصا به اصطلاح جوان جهان سوم زیاد باشه، هیچ چیزی خارج از چارچوبه سیاست نیست. نه تنها ورزش، همه چیز با سیاست و با زندگی روزمره گره خورده و من در واقع در زندگیم افتخار میکنم که در نوجوانی که ورزش رو شروع کردم با انسانی آشنا شدم یا در واقع انسانی الگوی زندگی من قرار گرفت که در تاریخ ورزش ایران هیچگاه فراموش نخواهد شد و اون جهان پهلوان تختی بود. تختی از همون نوجوانی من الگوی زندگی شد برای من و خوشحالم که سرنوشت این کمک رو به من کرد و منو به راهی کشون که به انسانهای بغل دستیم بیشتر از خودم توجه داشته باشم، به همسادم، به فامیلم، به خانوادم، به مردم مملکتم. این حس به اصطلاح مردمداری و به اصطلاح پرداختن به سیاست به همون دلیل مردمداری شما از کی به وجود اومد در شما؟ یه چیزی بود که وقتی که وارد فوتبال شدید اصولا در خودتون داشتید و فکر کردید که بالاخره بایستی یه جایی بروز بدید، یا اینکه در پروسه یا جریان به اصطلاح فوتبالیست شدنتون به وجود اومد؟ معمولا آدمایی که گرایش پیدا میکنن به مسائل سیاسی به نظر من حدودا شاید دو دسته باشن، حتما بیشترم، من دو دستهشون رو میشناسم. یه دسته به هر حال روشنفکرای یا دانشجوهایی هستن، خانواده‌های مرفه، نیمه مرفه، وقتی وارد دانشگاه میشن با سیاست و با ظلم سر کار پیدا میکنن. یه بخشی هم به نظر من طبقاتیه، از خاستگاه و از خاستگاهی که بلند شدن، از خانواده‌ای که اومدن. معمولا این موزه طبقاتی یا خاستگاه طبقاتی تاثیر زیادی داره. من پدرم کارگر کوروپسخونه بوده و کارگر زحمت کشی بود، یه خانواده کارگری و فقیر روش کردم، طبیعی همیشه با این ظلم و فقر آشنا بودم و گفتم وقتی به یه حد بلوغ حد اقل رسیده بودم و با جهان پهلوان تختی در میدانهای کشتی آشنا شدم و علاقه من شدم و وقتی این علاقه تختی رو به مردم و هم نوعای خودش، محیط ورزش، جوانمردیش دیدم، احساس کردم که این میتونه یه انسانی باشه که نوک دماغش نمیبینه و داره تاریخ رو میبینه و سعی کردم به هر حال یه شاگرد خوبی برای یه تفکری مثل جهان پهلوان تختی باشم. از این زاویه هر حرکت تو جامعه برای من اهمیت داشت، از همون کوچیکی. شما میگین که تختی به هر حال الگوی شما بوده در زندگی سیاسیتون یا گرایش به سیاسیتون، این تجربه شخصی شما بودی شما رو از نزدیک مثلا با تختی آشنا بودید و اینو دیدید، یا اینکه چیزایی که در موردش میشنیدید؟ من هم میشنیدم، هم واقعیت اینه که در تعلیم و تربیت لحظاتی وجود داره که اتفاق و سرنوشت کمک میکنه به آدم. یه دوستی داشتم جوونی که تو محله در واقع تیردوغلو زندگی میکردیم، این از جوانای فعال دانشگاه بود و دنبال مبارزات دانشگاهی بود. ما هم تو محله فوتبال بازی میکردیم، تو روبروی
سر برق کوچه برق ادیسون، خوردن به این، دوستی با این، صحبت‌های این و اینکه با زندگی من همگرایی داشت صحبت‌های این قطعاً تأثیر گذاشت که وقتی هم سریع وقتی تو فوتبال اومدم رشد کردم، وضع خانواده‌ام گرایش پیدا کردم به اینکه به هر حال تو مملکتم چی میگذره. اوکی، اولین بار به هر حال این گرایش سیاسیشو بروز کرد. تقریباً سال‌های 1340 بود، قبل از در واقع 15 خرداد 42. چه کار کردید؟ اولین کار سیاسیتون چی بود که به هر حال متوجه شدید که فعال سیاسی؟ اولین کار سیاسی من بود که در واقع در هیئت‌های محلی شرکت می‌کردیم سال‌های 40 و تو هیئت‌ها می‌رفتیم، هیئت بچه‌های جوان درست می‌کردن تو هر منطقه‌ای. مخصوصاً تو تیردقلو هم بود و درست خورد به حدود 5-6 ماه قبل از 15 خرداد و در همین جا بود که صحبت‌ها، این معممینی که می‌مدن تو مسجدا حرفای راجب برابری، آزادی، البته با تفکر مذهبی خودشون، برای ما هم خیلی شیرین بود آدمای مثل من. و در واقع تظاهرات 15 خرداد خیلی فعالانه شرکت کردم، علاقه‌مند بودم. قبل از اون البته یه معلمی داشتم تو دبستان که والیبال بازی میکرد تو مدرسه آسمی، منو به عنوان پاسور انتخاب میکرد. فکر میکنم این معلم از فعالین سیاسی بود که حرفهایی که گاه گداری میزد سر کلاس بی تاثیر نبود تو من. این بادم یه شانسی بود و 15 خرداد سرآغاز شرکت من تو فعالیت‌های اجتماعی روزمره بود. وقتی هم که اولین مسافرت رو من به شوروی رفتم با تیم ملی ایران، زود انتخاب شدم، رفتن به شوروی و آشنایی اونجا با وضع اونجا و از همه مهمتر با یه سری نشریاتی که تو تهران تو محیط دانشجویی پخش می‌شد، به بعضی ماها که تو دبیرستانا علاقه من بودیم از طریق این دانشجوها می‌رسید، بیشتر مدافع، یعنی در واقع این متن مدافعات پاک نژاد بود، متن مدافعات خسرو روزبه مال دوره 28 بود. گرایش سیاسی شما از همون ابتدا به طرف چپ بود در واقع؟ تقریبا. حالا یک صحبتی هست که شما بعد از اینکه تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد و تیم رفت به دیدار شاه و صحبت از اینه که شما برخلاف دیگران دست شاه را نبوسیدید و این سبب شد که یک حالت دشمنی نسبت به شما ایجاد بشه، این درسته؟ نه، من به نظر من واقعیت اینجوری نیست. چی بود دقیقا؟ همین واقعیت. اصلا اون ربط این که اتفاق برای من افتاد یا من دشمنی خاصی، من فکر نمی‌کنم اون رژیم داشت. این واقعیت داره که شما دست شاه رو نبوسیدید؟ نه، آره، من در واقع اونجا اینطوری بود که به هر حال آدم اعتقاد، من خودم شاید اینجوری فکر می‌کردم که احساسم این بود که خب سرمنشأ ظلم این آدمه، با همون تفکرات اون موقعی که داشتیم. بعد از بازی‌های در واقع جام ملت‌های آسیا بود در واقع که ما شرکت کردیم، یعنی تو مسابقات جام ملت‌ها، و بردن تو دفتر مخصوص شاه، رئیس دفتر شام، رئیس دفتر مخصوص شاه بود، اومد اونجا مطرح کرد که خب دارین میرین حتما دست اعلیحضرت رو باید ببوسین، اینجوری رسم فلان. اونجا دو نفر، حالا اتفاق هر چی، من اصلا واقعیت اینه که هیچ نوع تصمیم گیری قاطع نبود، یعنی فکر کنم که حتما ماچ بکنم یا نکنم، چون بلا فاصله وقتی شاه می اومد، فرح هم می اومد، فرح شروع کرد سریع صحبت کردن راجع به این همون گل دوم اسرائیل و خب با اون شد و بعد شام رسید و اونم صحبت کوتاهی کرد و به هر حال رد شدن. که من یادم وقتی رئیس دفتر خواست گفت شوتو و با یکی از بازیکنایی که اونم آخر صف بود، کاظم رحیمی، که بعد تو تیم شاهین بازی می گفت شما دوتا ماش نکردین، چیزی اتفاق افتاد. که من اشاره کردم که والا من شاید هول شدم، نمیدونم، یا یادم نمیاد اصلا، چون من تحت تاثیرم، یعنی خواستم واقعیت رو بگم، هیچ چیز آگاهانه نبود و اینم هیچ ربطی تأثیری نداشت به اینکه اون حکومت با من دشمنی خاص پیدا بکنه. بازیکن تیم ملیش بودم، بازی میکردم، کار بدی هم به من نکرده بودن. پس اون سبب نشد در واقع که خب من... کی شما رو به اصلا من موقعی که رفتم کردن. دانشسرا، من موقعی که رفتم دیگه تو دانشگاه، چون قبل از سالهای 48 بود، 48 من رفتم دانشگاه، 48-49 من رفتم دانشگاه. خب تو محیط دانشگاهی موقعی بود که مسئله جنبش سیاه‌کل اتفاق داشت میافتاد، مخصوصا بعد از 49، بعد از اتفاق سیاه‌کل و بعد از اعدام بچه ها احمدزاده و بچه هایی که دستگیر شدن، 12 نفر اولیه، رهبرای اولیه راجمان فدایان خلق، چرکای فدای خلق،
از اونجا به بعد طبیعی جنبش دانشجویی گرایش به حمایت از در واقع سیاکل داشت، واقعه سیاکل، و اصلا به طور کلی اون دهه 60-70 در عرصه جهانی هم این موج جنبش چریکی وجود داشت. طبیعی جوانان با اون علاقه‌ای که داشتن اگر به مسائل سیاسی ایران وارد بودن، تاریخ جنبش چپ ایران رو می‌خوندن، اتفاقاتی که 28 مرداد افتاده بود، اعدام‌هایی که بعد از 28 مرداد صورت گرفت. یعنی شما در واقع گرایش مشخص‌تر سیاسی و به چپ رو در زمان دانشجوییتون دانشجویی بودن سوردم که در حمایت از سازمان چریکای فرهنگ. حالا کی بود که شما رو بازداشت کردن و چرا بازداشتتون کردن؟ اتهام شما چی بود؟ سال 50 بود، بعد از گذشت مسئله سیاکل بود. بعد هر سال به مناسبت سالروز سیاکل تو دانشکده ها مراسم می گرفتن در حمایت از سیاکل. من هم مثل همه دانشجوهای دیگه به هیچ جریان سیاسی هم وابسته نبودم، با سازمان چریکای فقیه هم ارتباط نداشتم. من فقط آدمی بودم که به خاطر خوندن دست نوشته های مصطفی شایان، جز هوادارای مصطفی شایان بودم و گرایش فکریم بیشتر به مصطفی شایان بود و آثار اونو. مصطفی شایان که بله، نسبت مستقلی بود، اعلام میکرد. منتها مصطفی شایان در سال 51 پیوست به چریکای فدای خلق، رفت تو شاخه مشهد چریکای فدای خلق. خیلی از بچه‌هام اینجا، من به عنوان هوادار مصطفی بودم، اونم از طریق یکی از همون دانشجوهایی که میگم خیلی تاثیر داشت رو بیشتر سیاسی شدن من یا حتی چپ شدن من. و طبیعی در اون کمیته دانشگاه، شگیری کمیته دانشگاه منم بودم، 5 نفر بودیم که کمیته دانشسرای عالی رو درست کردیم و سال 50 در اعتصابات دفاع از سیاکل شرکت کردیم. من اینو البته قبلا هم گفتم و به هر حال در موردش کتابم نوشتم، سالهای 55 تو آمریکا، 56 توضیح کردم. در واقع با خوندن 4 تا کتاب، با خوندن همین خاطرات، به خاطر اون موقعیت اجتماعی یا موقعیت خانوادگی که داشتم، چون چپم شده بودم، به هر حال دنبال این بودم که این تنفر خودم و این به هر حال مخالفت خودم رو نشون بدم. امروز که پس از گذشته مثلا 30 سال به اون واقعه، 35 سال به اون واقعه من نگاه میکنم، اینم خب درک و آگاهیمون بالا نبوده. هیچ ایرادم نداره ها، یعنی هیچ مشکلی. برمیگردیم به این مسئله. من سوال مشخصم این بود که اتهام شما که شما رو بازداشت کردن و شما رو به زندان انداختن چی بود؟ اتهام من بعدن که من رفت از زندان، بعدن اومدم بیرون، حتما میدونین که طی مصاحبه ی آزاد کردن، بعد اتهام من بود که این یه لنینیست، میدونم نه ماویسته، یک شبکه ماویستی گنده که اینم عضوشه و حتی افسر شهربانی هم جزو این گروهه و اینا زدن دانشسرا رو اونجا به عنوان اینکه قهرمان فکر کرده که خب ساواک کاری نمیتونه بهش بکنه و بهش لطمه ای نمیتونه بزنه، زده در پیکر دانشسرا رو شکونده و اون تظاهرات سال 50 دانشسرای عالی رو هدایت کرده. به این جرم بازداشت شده. بین اتهام. ولی جرم من بود، این کار کرده بودی؟ کرده بودم ولی جرم نی. اگه ما به حقوق بشر نگاه کنیم، آزادن انسان ها به هر حال حق و حقوق خودشونو بخواد. حالا یک آقای اصغر شرفی که دستیار آقای ماجرانی در این مرحله بود و بازیکن تیم ملی که شما رو خیلی خوب می‌شناسید، همدیگر رو خیلی خوب می‌شناسید، اینا در جایی صحبت از این می‌کنه که شما اصولا گرایش به طرف حزب توده داشتین و زمانی هم که رفته بودین آتن برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی، در اونجا در همون هتل شما با فعالین حزب توده اینا با هم ملاقات داشتین، این درسته؟ نه، اصغر شرفی یه مصاحبه در روزنامه شرق کرده بود حدود 1.5-2 سال قبل. تیتر اون مصاحبه این بود که قلیچخانی اطلاعیه های حزب توده را مینوشت. بعد راجع به فوتبال صحبت کرده تو مصاحبه و اینا، اومده آخرین پاراگراف یه توضیحی داده به این شکل، جدا از اینکه راجع به جام جهانی صحبت کرده که غیر واقعی است به نظر من، خیلی کوتاه، در این مورد هم غیر واقعی حرف زده که من احساس کنم حرف شرفی نیست. حرف من فکر کنم مخصوصا قوچانی اینا که اون روزنامه رو میگردونن تو ایران اوناست. حالا شخص ممکنه نباشه. فکر میکنیم مسئولین اون به هر حال تو روزنامه هر چی میاد مسئولش اون سردبیر رو مسئول اون روزنامه است، ولو اینکه اگر ندیده باشه به هر حال مقصر اونه.
اونجا من اسم نوشته که من در پرویز قلیچخانی همیشه اطلاعیه حزب توده رو به خط خانومش می نوشته و این بار چون نبود مجروح بود تو هواپیما نشسته بود داشت اطلاعیه حزب توده رو می نوشته. خب این که البته خیلی به نظر غیر واقعی میاد ولی اصولا شما گرایشی داشتین به طرف این؟ من شما ملاقات کردین با فعالین حزب توده در آتن؟ نه نه نه، من ببین اینجوری بود که من موقعی که می اومدم خارج با تیم ملی می اومدم، بچه های کنفدراسیون هر کی می اومد تماس می گرفت برای من اصلا فرق نمی کرد مربوط به چه گروه سیاسیه، چون من خودم درسته. یعنی پس شما با فعالان کنفدراسیون و مخالفین شاه در اونجا ملاقات کردید؟ هر کی می اومد می دیدم، نشریه می گرفتم، کتاب می گرفتم و به نظر من در این مورد اصغر شرفی نیست که این برخورد کرده. اون روزنامه، اون مسئولین اون روزنامه در واقع درست مثل دوره شاه که سعی میکردن هر کسی فعالیت میکرد و چپ بود اول بگن توده‌ایه. بعد چرا؟ برای اینکه به هر حال حزب توده توی دو مقطع تاریخی دو اشتباه بزرگ کرد، یکی مال 28 مرداد، یکی همین 57 و این وضعی که بعد 57 و 62 اومد و دستگیری رهبران حزب توده و میزگرد. فکر میکنن با خودشون که اگه هر کسی رو بچسونن به حزب توده زدنش راحت تره، مردم از نظر آمادگی پذیرش بیشتری دارن تا احیانا به یه جریان سیاسی دیگه. حالا به هر حال شما بازار شدید و بعد اومدین تلویزیون و اظهار ندامت کردید. چرا؟ من داشتم میمدم این مصاحبه رو واقعیت رو بگم که چون آدم باید با مردم رو راست باشه. من با خودم فکر میکنم کاش که این آقای فانی سوال رو نکنه، به این علت نکنه که 40 سال از این قضیه گذشته، 40 سال من یه تاریخی پشتم دارم و الانم جمهوری اسلامی مثل دوره شاه سعی میکنن که با فشار انسانها رو بشکنن و انسانها رو در واقع وادار به همین مصاحبه بکنن. و امروز هم مد بسیار خوبیه، دارن همه میگن که آقا جمهوری اسلامی این کار میکنه و کسانی که میان مصاحبه میکنن گناهی ندارن تحت فشار اون حکومت. با خودم میگفتم خب اگه آقا فانی سوال بکنه من چی باید بگم؟ من احساس کردم که یه وظیفه دارم به عنوان یه ورزشکار متعهد و همونی که تو عرصه سیاسی هستم، تفاوت شکست و مقاومت رو توضیح باید داد. امروز داره مسئله شکست، ضعف با مقاومت مخلوش میشه. به نظر من هر کسی در هر مقطع تاریخی بشکنه، شکست بخوره، ضعف نشون داد بده، در اون لحظه تاریخی بزرگترین لطمه رو به مبارزات اجتماعی مردم خودش زده، هر کی میخواد باشه. یعنی شما در اون مقطع این کار کرد؟ دقیقاً. هر کسی مصاحبه کنه، هر کسی بشکنه تو زندان تحت شکنجه، همین دارم میگم بشکنه، هر کسی به هر دلیلی، به هر دلیلی، ضعف فیزیکی، عدم دانش، فشار، هر چی که هست بشکنه، در اون لحظه به مردمش، به مردم جامعهش پشت کرده و لطمه زده به اونجا، چنان که کسانی که چه در گذشته چه امروز در بعد از مسئله بچه های همین تظاهرات اخیر، بچه های اصلاح طلب، هر کسی مصاحبه کرده به جنبش اجتماعی لطمه زده. پس بین کسی که میشکنه، ضعف نشون میده، با کسی که مقاومت میکنه فرق وجود داره و ما باید از مقاومت و نگفتن به دیکتاتور دفاع بکنیم. من همینجور که داشتم این جمله رو گفتم یاد بهزاد نبوی افتادم. بهزاد نبوی از بچه های مصطفی شایان بوده، دوره شاه مقاومت کرده، زندان خوبی داشت، اومد تو این انقلاب همه کاره شد، به هر حال بعدم اصلاح طلب شد. همین آقای بهزاد نبوی خیلی کارا کرد که اصلا به یه آدم به هر حال انسان دوست نمی اومد، ولی وقتی بهزاد نبوی رو گرفتن با این نگاهی که داشته تو این 10 سال بردنش تو همین رژیم، آقای بهزاد نبوی رو هم زدنش، آوردنش تو دادگاه، اگه دیدیم چشاش هم زد. بهزاد نبوی چون تجربه داشت گفت نه، مصاحبه پس نداد. همین بهزاد نبوی پس تفاوت داره با آقای ابتهی، با امثال هم که مصاحبه کردن، اونا به جنبش لطمه زدن. به جنبش البته بسیاری آقای قلیچخانی نظرشون اینه که دوره قهرمان پروری گذشته، به هر حال آدم ها آدم هن، انسان هن با یک درجه از به هر حال تحمل میتونن بکنن.
در مقاطعی ممکنه ناچار بشن و زیر فشار حرفایی بزنن. این به معنای این نیست که اینها نظرات قلبی و واقعی خودشونو میگن. آره، دو دسته ما داشتیم آقای. بله، حالا اجازه بدین وارد اون مبحث نشیم، ادامه بدیم به صحبت خودمون. من واقعا دلم میخواد که من خودم میگم، من چون از خودم شروع میکنم، میگم باید یعنی شما نتیجه، یعنی در واقع نتیجه صحبت شما اینه که شما رو زیر فشار گذاشتن و شما تحمل نتونستید بکنید. چه جور فشاری؟ روحیش، روانی، هر دیگه. من تو زندان، ببخشید با این اصطلاح، حلوا خیر نمیکنن. سازمان اطلاعاتی وقتی میگیره به هر شکلی سعی میکنه انسانو بشکنه. به همین خاطر میگم وظیفه ما هست که در واقع از مقاومت دفاع کنیم. بالاخره اینجوری نیست که تو مبارزه اجتماعی هزینه داره. بسیار. حالا الان شما اشاره کردین به بهزاد نبوی، بالاخره این بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک جنبش بزرگی در ایران صورت گرفته و پا گرفته به نام جنبش سبز. و شما با زمانی که شما خودتون فعال سیاسی بودید و حالا بازیکن بسیار معتبر و محبوبی بودید در داخل ایران، ولی در این حال گرایش سیاسی داشتین و می‌خواستین تحول ایجاد بکنین در جامعه، با اون چیزی که الان می‌گذره وقتی مقایسه می‌کنین این دو، وجه اساسی اختلاف بین نوع برخورد به تحول اجتماعی در کجا می‌بینید بین این دو؟ من یه خود آدم بدبینیم تو این زمینه. من برعکس خیلی ها که اعتقاد دارن در 57 اون جنبش عظیم بسیار دستاوردهای بزرگی برای جنبش مردم ما داشته و علی رغم اشتباهات بعدیش که یک سازمان سیاسی، دو تا سازمان سیاسی چپ بزرگ از حزب توده و اکثریت به دفاع از این حکومت افتادن و فجایع بعدیش که به وجود اومد، علی رغم اون اتفاقی که در 57 افتاد، اگه الانم دوباره بخواد برگرده و ورق تاریخ رو برگردونه، من باز ازش دفاع میکنم و شرکت میکنم برای اینکه اون حکومت سرنگون بشه، هرچند که نمیدونستیم جاش چی میخوایم بیاریم. همون اتفاقی که امروز هم وجود داره، همون اتفاقی که امروز یعنی به درستی شما میگید آقای قلیسانی که مدافع انقلاب هستید هنوز. آره طبیعیه. نه، انقلاب رو من به معنای قهر نمیبینم. شما توجه کنید متاسفانه یه بخش زیادی از نیروهای چپی که به هر حال به قول خودشون دارن بازنگری میکنن یا یه عده دیگه‌ای که ول کردن هستن، اعتقادن انگار که انقلاب یعنی قهر، قهر شیوشه. تا اصلا انقلاب یعنی دگرگونی. مردم ایران امروز در مجموع این حکومت رو نمیخوان. معنیش اینه که میخوان این حکومت بره، یه حکومت سکولار بیا سر جاش. یعنی این که دار و دسته یه رژیم جمهوری اسلامی باید سرنگون شه بره، یه حکومت سکولار بیاد. اگر به این معنی میخوایم بگیم، خیلی خوب، همینه. اگه میخوایم به این معنی بگیریم که انقلاب یعنی قهر، موافق تحولات اصلاحی گام به گام اینجور نیستی؟ چرا؟ اصلا به این معنی هیچ هیچ مبارز سیاسی، شما هیچ چپو در کلاسیکان برین، اصلا پیدا نمی‌کنین که با اصلاحات مخالف باشه. ولی اصلاحات و استراتژی خودش نمیبینه، تغییر بنیادی رو. میخواستم یک سوالی از شما بکنم ولی فکر میکنم جوابم گرفتم قبل از اینکه سوالمو بکنم. میخواستم ازتون بپرسم که وقتی که نگاه میکنیم به گذشته، به این سالها شما بسیار محبوب بودین، یعنی یکی از فوتبالیست های معدود محبوب ایران بودین، ولی تو اوجش به کار سیاسی پرداختید و این هم سبب شد که مقدار کناره بگیرید از این. الان که نگاه میکنین راضی هستید از این؟ من آقا فانی اشاره کردم، من هیچ چیزی رو در جامعه جدا از مسائل سیاسی نمیبینم. یعنی شما تماکن سر همون حرفتون هست؟ اصلا نه، حرفی نیست. به نظر من مثل میمونه که شما برنامه تلویزیونی داری، شما یه جهان بینی داری، با یه نگاهی جهان رو به هر حال بهش نگاه میکنی، تحلیل میکنی. برنامه هم که میریزی اینجا اجرا بکنی یه سیاستی پشتشه، نمیچه نباشه. یعنی در واقع بعد از فروریزی شوروی که اون فجایع معلوم شد توش وجود داره، معلوم شد که مافیا بوده تو شوروی، امسالم همه اینا، بعد رفتن کنار جنگ سرد یه اتفاق بزرگی افتاده و این انقلاب ارتباطاته. با این انقلاب ارتباطات یه چیزی رو هم ضمناً میخوان به نسل بخورونن و اون اینه که گویا اصلا استراتژی اصلاحاته. اصلاحات یعنی چی؟ یعنی همین اتفاقی که میخواد بیفته، یعنی اینکه آقا گام به گام هی بریم بریم.
اصلا اینجوری نیست. هم با اعتصاب میشه یه حکومت سرنگون کرد. کی میگه نمیشه؟ در تمام کلاسیکا شما نگاه میکنی و تجربه هم داریم. اصلا مهم اینه که با اکثریت مردم برن یه حکومت رو بندازن، نه با کودتا، نه با شورش. حالا از مجموع این صحبتاتون نشون میده که شما بیش از اون که یک ورزشکار باشید، یک فعال سیاسی هستید و نظرات سیاسی ارائه میدید. کما اینکه نشریه آرش هم که منتشر میکنید و در بس در اختیار به اصطلاح مفاهیم اجتماعی و سیاسی و فرهنگیه. من شرافتمندانه میگم آقا فانی، من واقعا دلم میخواست که اگر شرایطی بود تو خارج به ورزش ادامه میدم. این واقعی میگم، ولی امکان برای وجود نداشت. ولی واقعیت اینه که انقدر این به هر حال جمهوری اسلامی فشار آورده تو جامعه، یه موج عظیمی مجبور شدن جامعه رو ترک بکنن و اینجا هر کس نمیتونه بی تفاوت از جامعه خودش، از موقعیت جامعه خودش بگذره. من وقتی شما هر انسان عاقل، هر انسان انسان دوستی، اومانیستی بشینه این ویدیوهای ایران نگاه میکرد، اتفاقات نمیتونست بی تفاوت باشه. میخواد دکتر باشه، میخواد پزشک باشه، میخواد سیاسی باشه، میخواد فوتبالیست باشه، میخواد کادر سیاسی باشه، نمیشه. و اون تعهدی هم من خودم رو به هر حال در وهله اول یه ورزشکار میدونم، ولی یه ورزشکار متعهد میخوام بدونم. همونجوری که در مورد این بچه‌هایی که دستبند سبز برسن رفتن تو مسابقه، خیلی زیبا بود. ببین شما، سالها ورزش ما اخته شده بود توسط حکومت جمهوری اسلامی، صدایی در نمیومد، ولی یک مرتبه در اوج 6 تا بازیکن فوتبال دستبند سبز رفتن. ممکنه من یه نگاه دیگه ای داشتم، ولی کار بسیار بزرگی کردن دیگه. این نشون میده که سیاسی شدن به معنای با مردم بودنه، نه غیر مردمی بودن، یا نه اینکه سیاست چیز بدیه، سیاست بازی چیز بدیه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای پرویز عزیزی، شما شرکتتون در برنامه بهوالیه. ممنون شما. خواهش می‌کنم.